من سلام میکنم خدمت شما جناب آقازمانی، همچنین بینندگان عزیز، شنوندگان محترم. بسیار سپاسگزارم آقای مصداقی. بعضی ها میگن تابستان 67 گذشت و به خاطره ها سپرده شد و کشتارها تمام شد. بعضی ها معتقدند هرگز این کشتارها پایان نیافته و هنوز هم هر روز بیش از دیروز میشه صدای جریان جاری خون کشته شدگان 67 رو در روح و جسم جامعه ایرانی دید. شما با کدام یک موافقید؟ تمام شده یا تمام نشده؟ قطعا که تموم نشده، این آغاز یک راهه و میتونیم نگاه بکنید به خصوص در یک سال گذشته چجوری همه قابلان کشتار سال 67 به میدان آمدن، مجبور شدن دفاع کنن از اقدام جنایتکارانشون. اونایی که سعی میکردن همه چیز رو مخفی بدارن، اونایی که میخواستن تاریخ رو مثل گورهای دست جمعی در واقع پنهان کنن حقایقش رو، حالا مجبور شدن به صحنه بیان. اگه یادتون باشه پیشتر آقای پور محمدی گفت، من اصلا وقتی سوال کردم آیا شما لیست اعدامی ها رو نزد آیت الله منتظری برده بودید، ایشون تکذیب کرد و تایید و تاکید می داشت که مطلقا در کار اعدام نبوده و اساسا در دهه 60 به قول معروف در ارتباط با زندانیان سیاسی و امنیتی ایشون در وزارت اطلاعات مسئولیتی نداشته. خب امروز میبینید مجبور میشه بیاد بگه که من افتخار میکنم و مجبور میشه بگه من حتی یک شب هم نشده در عمرم که دچار بیخوابی بشم به خاطر اونچه که انجام بدم. شما آقای رازینی رو دیدید مجبور شد به صحنه بیاد و دفاع بکنه از این جنایات و اون رو افتخاری برای نظام بدونه. همچنین دیگر مسئولین این قتل عام‌ها به صحنه اومدن یا کسانی که دخیل بودن در اون. حتی اگر یادتون باشه در روزهای اخیر احمد خاتمی امام جمعه تهران به صحنه اومد و گفت بایست به کسانی که اون کشتارها رو انجام دادن مدال افتخار. ببینید در طول 30 سال گذشته هیچ صحبتی از مدال نبود. اگر کسی افتخاری رو نصیبش میشه، اگر قهرمانی میکنه، خب به طب باید همون موقع مورد تمجید قرار بگیره، باید بهش مدال داده بشه. چرا بعد از 30 سال به یاد مدال دادن افتادن؟ این خودش جدای از اینکه وقاحت و بیشرمی احمد خاتمی رو میرسونه، اما از اون طرف این نشون میده که موضوع دادخواهی و موضوع تلاشی که خانواده ها میکنن، کسانی که شاهدین این کشتارها میکنن، سازمان های بین المللی در این رابطه تا حالا تلاش کردن، داره به ثمر میرسه. این آغاز یک راهه و عملا جانیان میبایستی به پای میز محاکمه کشیده بشن. ببینید برای هر دادگاهی شما ابتدا نیاز دارید به اعتراف جانیان. امروز در قالب افتخاره، چه خوب که ما از اعتراف جانیان هم برخورداریم و نیاز نیست تنها به اسناد و مدارک خودمون اشاره کنیم. همین که اونها اعتراف میکنن به نظر من بسیار بسیار خوبه و یک نقطه آغاز برای راه طولانی که در پیش داره. آقای مصداقی عزیز، بسیار نکته مهمی رو پیش کشیدید، به خاطر اینکه همین بحث مدال ها که شما بهش اشاره می کنید نشون میده که حاکمیت هم سعی کرده به جای پنهان کردن یا انکار کردن حالا از جانب دیگری وارد شه و خیلی هم گستاخانه. چرا فکر می کنید اونها مجبور به چنین دفاع با ادبیات گستاخانه از رفتار شنیع خودشون شدند؟ ما امروز با یه فضای مجازی فعال در ایران روبرو هستیم. ماهواره‌ها هستن، کانال های خبری هستن، تلگرام هست، فیسبوک هست. عملا رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه مثل گذشته جنایاتش رو مخفی بداره، به خصوص که میدونیم بعد از انتشار فایل صوتی در واقع دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیئت کشتار سال 67، این موضوع به مسئله روز تبدیل شد و همین خاطر بسیاری از صاحب منصبان قضایی مجبور شدن به صحنه بیان، مجبور شدن موضع گیری کنن. حتی مجلس خبرگان مجبور موضع گیری شد. البته که این اطلاعیه رو احتمالا خود
رئیسی به عنوان کسی که روابط عمومی رو اداره میکنه صادر کرد، ولی در هر صورت پای شورای نگهبان، پای مجلس خبرگان به میان اومده و میبینیم که حتی خود دادگاه ویژه روحانیت مجبور میشه به دخالت، مجبور میشن که آقای احمد منتظری رو دستگیر کنن و بعد به خاطر همین تلاشی که در فضای مجازی هست، فشارهایی که میاد، حاکمیت مجبور میشه به آزادی ایشون درست 24 ساعت بعد از دستگیریشون، خامنه ای مجبور به دخالت میشه و اینها همه دال بر اینه که رژیم جمهوری اسلامی در سیاستی که اتخاذ کرده بود با شکست مواجه شد و حالا مجبور در مقابل این حمله ای که بهش شده، در مقابل این روشنگری که شده، از خودش دفاع کنه. هیچ راهی نداره جز این که بگه افتخار میکنیم، هیچ راهی نداره جز این که گستاخانه به میدان بیاد. این تنها راه باقی مانده بر اونهاست، برای اینکه راه های دیگه بسته است. اونا قبلا تلاش کردن موضوع رو انکار کنن، بعد تلاش کردن موضوع رو توجیه بکنن و حالا به نقطه ای رسیدن که مجبورن بیان افتخار. خب آقای مصداقی، بذارید برای اینکه بحث رو بهتر درک کنیم و در شرایطش قرار بگیریم که بتونیم اون رو با منطق عینی لازم در حقیقت پیوند بدیم، از خانواده ی آقای خمینی شروع کنیم، کسی که به هر حال در زمان وقوع این کشتارها رهبر جمهوری اسلامی بوده. خانواده آقای خمینی در سالهای اخیر از منتقدان حکومت بودن، یعنی خودشون به نوعی در چارچوب اپوزیسیون ساختگی رژیم قرار گرفتن. با این حال سر این موضوع با حکومت اختلافی ندارن و مشخصا نوه آقای خمینی اون رو برگ افتخار میدونه. چرا این تفاوت وجود داره؟ خب ببینید، بسیاری از کسانی که امروز اصلاح طلب‌های رژیم رو تشکیل میدن در این جنایت دست داشتن، بسیاری از اونها در جنایت دهه 60 دست داشتن. انتظاری از خانواده خمینی نمیره، به خاطر اینکه اعضای بیت امام یا اعضای خانواده خمینی در واقع به نوعی گره خوردن با این کشتار و اونها هر چی که دارن از بیت امام دارن، از امام دارن و از پدرشون دارن که احمد خمینی باشه. باید توجه داشته باشیم که این کشتار به پای این خانواده نوشته شده، فرمان اون رو خمینی صادر کرده، به خط احمد خمینی است و امضای خمینی. و میدونیم که حتی آیت الله موسوی اردبیلی وقتی تماس میگرفتن با به اصطلاح بیت امام و چند و چون میکردن راجع به این کشتار یا نحوه اجرای اون یا حتی شرایطی که میبایستی فراهم میکردن، پاسخگو احمد خمینی بوده و این ارتباط مستقیم با شخص خمینی برقرار نمیشده. احمد خمینی تمامی ملاقات های خمینی رو اداره میکرده و حتی خود او پیگیر ماجرا بوده. میدونیم که بعد از برکناری آیت الله منتظری، کسی که اون رنجنامه رو نوشت و کیفرخواست آیت الله منتظری به خصوص در ارتباط با همین کشتار 67 بود، احمد خمینی پدر علی و حسن خمینی بود. بنابراین اونها چیز غیر از این ندارن جز پدرشون و پدر بزرگشون. چطوری میتونن در مقابل این اقدام پدر و پدر بزرگشون بیستن یا اون رو ناپسند معرفی کنن یا مخالفتی با اون داشته باشن؟ میدونید بسیاری حتی از اصلاح طلبهای درون رژیم، اونها در کشتارهای دهه 60 دست داشتن، در همین جنایت دست داشتن، به طب میبایستی از اون دفاع کنن، به طب میبایستی اون رو به نوعی توجیه بکنن و این رو باید توجه داشته باشین. حتی در دوران کشتار سال 67 وقتی آقای حسین احمدی شاهرودی حاکم شهر خوزستان که خودش دست در جنایت داشته و کشتارهای جنوب رو او امضا کرده، در هر صورت وقتی ایشون به فغان میاد از جنایاتی که صورت گرفته و نمیتونه تحمل کنه، نزد آیت الله منتظری میره، او رو میفرستنش به جماران برای اینکه با خمینی اینها رو مطرح کنه. و میدونید احمد خمینی حتی اجازه دیدار نمیده و میگه اگر موردی هست بنویسید برای من. یا حتی نامه های آیت الله منتظری رو نمیذاشتن به خمینی برسه. بنابراین میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که این خانواده به نوعی با کشتار 67 و به خصوص با کشتار دهه 60 گره خوردن. شما ببینید احمد خمینی یکی از کسانی بوده که تا آخرین لحظه از لاجوردی دفاع میکرده، کسی بوده که حتی در مقابل برکناری لاجوردی ایستاده و میدونیم لاجوردی قصاب تهران. چجوری میتونه خانواده خمینی یا بیت امام
با کشتار دهه 60 و به خصوص با کشتار سال 67 مخالفت کنن. اصلا منطقی نیست چنین چیزی. بنابراین واکنش بیت امام، واکنش حسن خمینی و علی خمینی دقیقا اون چیزی است که انتظار میره و باید توجه داشته باشیم. به هیچ وجه نمیشه از حسن خمینی انتظار غیر از این داشت. حسن خمینی در مقابل قتل پدرش احمد خمینی، در مقابل خون پدرش در واقع سکوت کرده. شما میدونید که ایشون کسی است که آقای عمادالدین باقی یکی از اعضای همون در واقع مجموعه مرکز نشر آثار امام، در واقع ایشون به صراحت عنوان کردند که هیئت سه نفره یا کمیته سه نفره که قتل‌های زنجیره‌ای رو در داشت تحقیق می‌کردن، ایشون رو خواستن و رسما بهشون ابلاغ کردن، اطلاع دادن که پدرشون رو هم همون سعید امامی ها کشتن. درست. بازجویی‌های سعید امامی هم موجوده و شما ملاحظه می‌کنید ایشون سکوت کرده. حتی در دادگاه آقای باقی این مورد اتهامشون بود و آقای باقی برگشت گفت آقای حسن خمینی که اینجا زنده هستن، حی حاضر میتونید خودشون رو بیارید تو دادگاه، از خودشون سوال کنید. دادگاه دیگه اونجا سکوت کرد و این رو از کیفرخواست رو حذف کردن. منظورم میخوام بگم وقتی ایشون در مقابل پدر خودش یا خون پدر خودش سکوت میکنه، چه انتظاری هست که راجع به کشتار 67 جنبه انتقادی به خودش بگیره یا بخواد به خاطر اون با حاکمیت در بیاد؟ دقیقا همینطور. به هر حال کشتارهای دهه 60 خصوصا تابستان 67 چهره های پیدا و مشهوری هم داره. به نام اسدالله لاجوردی اشاره کردید که چند سال بعدتر از همین حوادث در یکی از محلات جنوب شرق تهران ترور شد، به عبارت یا به ادعای برخی هم به مجازات اعمال شنیع خودش در زندان اوین رسید. ولی نام، حالا جدای از او که حذف شده از این قضیه، نام کسانی مانند ابراهیم رئیسی و آقای پور محمدی هنوز به صورت فعال در عرصه سیاست داخلی ایران مطرح است، از مشهورترین هیئت مرگ، هیئت مرگ تهرانه. بذارید با آقای رئیسی شروع کنیم. آقای رئیسی کجا ایستاده؟ آیا موقعیتی که ابراهیم رئیسی رو به تولیت آستان قدس رضوی میرساند با خدمات او در کشتار 67 میتواند پیوند داشته باشد؟ بله حتما داره. و جدا از اون باید توجه داشته باشیم که رئیسی به کلاس‌های درس خامنه‌ای میره. همه کسانی که در کلاس‌های درس خامنه‌ای حضور پیدا می‌کنن میتونن نردبان ترقی رو طی کنن و صعود کنن در رژیم جمهوری اسلامی، در نظام اسلامی. و آقای رئیسی یکی از اوناست. اژه‌ای هم همینطوره. پور محمدی هم همینطوره. اینا در کلاس‌های درس خامنه‌ای حضور پیدا کردن. طائب هم همینطوره. و به همین دلیل امروز اهرم‌های اطلاعاتی امنیتی رو، قضایی رو در دست دارن. آقای پور محمدی، آقای رئیسی در هر صورت در طول این سه دهه اهرم‌های قضایی رو در دست داشته و جنایات بسیاری رو مرتکب شده. به همین دلیله که خامنه‌ای او رو ارتقای مقام داده، به آستان، به تولیت آستان قدس رضوی رسونده. چرا که او ذخیره‌ای باشه برای حتی جانشینی او. و البته خب این یک پارادوکسی هم هست. میدونید آستان قدس رضوی معروف به یا زامن آهو و عملا ایشون امام رضا معروف است که زامن آهویی شده که صیاد میخواسته به قتل رسونه و گفته من زامن میشم این بره بچه هاش شیر بده و بیاد بعد تو بکشش. و حالا شما میبینید رئیسی کسی است که بسیاری از مادران رو به قتل رسونده، مادرانی که بچه های شیرخوار داشتن. آیت الله منتظری در اون نامهشون تاکید میکنن در کشتار 67 لااقل زنان بچه دار را مستثنا، و اینها زنان بچه دار رو هم مستثنا نکردن. و امروز خامنه ای او رو به مقام تولیت زامن آهو میرسونه. خب در کنار اون نام مصطفی پور محمدی هم مطرح هست. به هر حال در کابینه 11 هم مصطفی پور محمدی که چنین پرونده ای در کشتارهای 67 داره و وزیر دادگستری بود. گروهی از کنشگران مدنی خواسته بودن، خصوصا اصلاح طلبها خواسته بودن آقای پور محمدی در کابینه 12 هم جایی قرار نگیره که پیش از این قرار داشته عضو کابینه نباشه. حسن روحانی هم اسم او رو در کابینه 12 هم خود نیاورده. آیا فکر میکنید این احترام به خون کشتگان 67؟ اصلا چرا آقای پور محمدی از کابینه حذف میشه و آیا این فشار و تأثیر کشتارهای 67 روی کابینه روحانی است؟ خیر، از نظر من این نوعی حقوق بازی است
و ریشه در شارلاتانیزم داره. ببینید تا قبل از این اینها تاکید میکردن که روحانی این وسط کاری نیست. اونایی که هوادار روحانی بودن، اونایی که برای روحانی سینه میزدن، تاکید میکردن روحانی نیست که وزیر دادگستری رو تعیین میکنه، بلکه رئیس قوه قضاییه است و این به روحانی تحمیل شده. من در گفتگوهای قبلی من بارها تاکید کردم که ایشون ماشین امضا نیستن که میتونن مخالفت کنن، میتونن قبول نکنن. شما توجه داشته باشید خامنه ای که حتی به لحاظ قانونی در واقع یا در قانون اساسی نیومده رسما، هرچند که نظارت عالیه داره که میبایستی وزرا رو تایید بکنه، حدودا 14 فرد رو برای وزارت اطلاعات دولت خاتمی باشون مخالفت کرد، تا آخر به توافق رسید از سر دوری نجف آبادی. بنابراین همچین امکانی هست، آقای روحانی مجبور نبود بپذیره، حتی اگر این انتخاب انتخاب لاریجانی بوده باشه. بنابراین این ها توجیهاتی است که نزدیکان روحانی یا کسانی که به قول معروف زیر علم او سینه می زدن مطرح میکنن. این رو داشته باشیم. بایستید وقتی که روحانی میخواد آقای پور محمدی رو در کابینه نظاره، چه کسی رو جایگزین او میکنه؟ ما یه ضرب المثل فارسی داریم، میگن کله پس برخاست سگ جایش نشست. آقای پور محمدی در واقع از کابینه حذف میشه، کی به جای اون میاد؟ علیرضا آبایی. علیرضا آبایی کارنامه‌ای به مراتب بدتر از پور محمدی داشته. ایشون از اولین روزای خدمتش در قوه قضاییه در سال 58 دست در خون و جنایت داشته تا امروز. ایشون مسئوله، یعنی داد ببینید، ایشون مسئول سرکوب در جنوب ایران بوده، در خوزستان بوده، دادستان بوده، تو زندان یونسکو بوده. توجه داشته باشید چرا میگن یونسکو؟ ساختمان یونسکو رو تبدیل به زندان کردن، در قتل اونجا شرکت داشته، افراد زیر شکنجه کشتن، هموطنان بهایی رو توی حیات زندان به رگبار بستن و کشتن. ببینید نفکر کنید نمیدونم اون رهبران نمیدونم بهاییت رو نمیدونم فلان اینها، نه، کشاورز ساده رو به قتل رسوندن. ببینید جنایات فجیعی رو در خوزستان مرتکب شده آقایی، عضو هیئت کشتار در خوزستانه. اگر پور محمدی در تهران بود، او در خوزستان بود. شما میتونید خاطرات محمد رضا آشوق رو بخونید، کسی که از جوخه مرگ فرار کرد. در کتاب آیت الله منتظری در خاطراتشون نام محمد رضا آشوق اومده به عنوان کسی که در حین اجرای حکم فرار کرده. ایشون به طرز معجزه آسایی فرار کرده و خب امروز در خارج از کشور شهادت خودش رو در مقابل ایران تریبونال هم داده و قابل دسترسی است. شما میتونید اونجا ببینید جنایات اینها رو و چطوری کسانی رو که به اعدام محکوم کرده بودن قبلش هم مورد ضرب و شتم قرار میدن و چطوری اونها رو به جوخه میبرن و ایشون فرار میکنه. بنابراین میخوام بگم که او بعدها در دادگستری کرمانشاه بوده، اصفهان بوده، تهران بوده. آقای علیرضا آبایی یک فرده نیست که مثلا کارنامه روشنی داشته باشه. او رو پرداشتن، اینو گذاشتن جاش. این حقوق بازی است. کما اینکه در ارتباط با افراد دیگر میتونیم روی اشاره کنم. ببینید امروز حتی صحبت از آقای رحمانی فضلی میشه که وزارت کشور هستن و یه کمپینی هم بود برای برکناری ایشون. من فکر میکنم باید یه کمپینی رو بذاریم برای اینکه دو دستی ایشون رو بچسبیم، به خاطر اینکه قراره اگر قرار باشه که ایشون رو بذارن کنار و به عنوان وزیر کشور معرفی نکنن، به جای اون محمد شریعت مداری که امروز قرار به عنوان وزیر صنایع و معادن در و بازرگانی در دولت روحانی باشه، انتخاب خواهد شد به عنوان وزیر کشور. و آقای شریعت مداری اتفاقا یکی از کسانی است که کمیته ها رو راه اندازی کرده، یکی از کسانی است که بنیانگذار وزارت اطلاعات، از معاونین ری شهری بوده در جریان کشدار سال 67. خب آقای مستقیم که وزارت اطلاعات برنامه ریزی کشدار درسته. حالا دقیقا میخوام همین رو اشاره کنم. ما
در ایران دو بال اصلی سیاسی داریم، یکی اصلاح طلب ها هستند، یکی اصولگرا، همون چپ و راسته که چند سال پیش راحت تر میشد از هم تشخیصشون داد قبل از این بلبشوی اعتدال که آقای روحانی رو انداخته. خیلی از کسانی که خط چپ رو میساختن اصلاح طلب بودن، کسانی بودن که سابقه حضور پررنگ امنیتی داشتن. از آقای حجاریان، آقای شریعت مداری، شما اشاره کردید، ده ها عنوان از اینها که اون شاکله دولت اصلاحات رو می ساختن، همشون از وزارت اطلاعات اومده بودن بیرون و یا اطلاعات سپاه. مشخصا میخوام بدونم اون چه که در زندان های ایران در دهه 60 رخ داد، حمله به خانه های تیمی گروه های مجاهدین، بعد کشتارها، بگیر و ببندها، اون چیزی که در فیلم ماجرای نیمروز هم بخشی از اون اشاره شد که اتفاقا شخصیت صادق در اون فیلم رو خیلی ها گفتن معادل همین آقای شریعت مداری است که شما بهش اشاره کردید الان، میخوام مشخصا بدونم آیا شما فکر میکنید که همین افراد شاکله نهله اصلاحات در ایران رو طراحی کردن و این اطلاعاتی ها کجای حکومت امروز قرار دارن؟ ببینید، در هر صورت نظام جمهوری اسلامی دست به دست میشه. بله، خب بسیاری از کسانی که سابقه اطلاعاتی داشتن بعدها در دولت اصلاحات بودن یا در مجلس شورای اسلامی بودن یا حتی در خبرگزاری بودن، در مطبوعات بودن. شما میدید آقای فریدون وردی‌نژاد یا مدت‌ها رئیس خبرگزاری ایرنا بود، ایشون مسئول اطلاعات امنیت سپاه پاسداران بود، حتی کسیه که با مک‌فارلین دیدار کرده بود، بعدم سفیر شد در چین و نمی‌دونم اینا. یا حتی آقای محسن میردامادی که رئیس کمیسیون امنیت مجلس بودن و در بعد از 88 هم سالها در زندان بودن، ایشون کسیه که اون جز اون کسایی هستن که اون قائله حج رو راه انداختن و ایشون هم از مسئولین اطلاعاتی امنیتی بودن و اطلاعات سپاه بودن. خیلی از کسانی که در اطلاعات سپاه بودن بعدها اومدن در دولت روحانی و خب همینطور که گفتید آقای حجاریان بودن و حتی امروز هم هستن. شما میدونید آقای وزیر کار و آقای ربیعی، ایشون مدیر کل وزارت اطلاعات بودن، معاون وزارت اطلاعات بودن و بازجو بودن، شکنجه‌گر بودن، کارنامه بسیار بسیار در واقع سیاهی دارن و همین دلیل هم جزو اون کمیته سه‌نفره آقای خاتمی بودن برای بررسی قطعه‌های زنجیره‌ای. بنابراین اینها سوابق اطلاعاتی امنیتی دارن. این طرف ماجرا هم همینطوره و به قول معروف با همدیگه به نوعی پاسکاری میکنن. میدونید در مجلس حتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آقای احمد پورنجاتی بودن، عقل منفصل آقای ریشهری در جریان وزارت اطلاعات. و میدونید خود آقای ریشهری وقتی اون جمعیت ارزش ها رو درست کرد، همین آقای محمد شریعت مداری باهاش بود، رازینی باهاش بود، رولا حسینیان باهاش بود، احمد پورنجاتی باهاش بود. به محضی که خاتمی اومد شد رئیس جمهور، یعنی درست در عرض چند هفته، آقای احمد پورنجاتی تبدیل شد به یکی از سینه زنان آقای خاتمی. شما توجه بکنید چجوری از آقای ریشهری رسید به اصلاحات و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس. و بنابراین میخوام بگم که این افراد خیلی آدم های معتقدی نیستن و اینکه به اصطلاح نظرگاه خاصی رو داشته باشن، منافعشون اختزا بکنه، میتونن به رنگ های مختلف در بیان. ولی خب بله، تفاوت هایی هم البته بین دیدگاهشون هست، تا جایی پیش میرن که آقای حجاریان رو اونجوری در واقع به نقشه قتلش رو میریزن و میبینیم که هنوز هم که هنوزه حملاتی به او صورت میگیره. اون طرف ماجرا هم همینه. شما میتونید مثلا همین امنیتی ها رو نگاه کنید، آقای مثلا نقدی میشه، یکی نمیدونم که اون جنایات مرتکب میشه، نمیدونم آقای مسعود صدرالاسلام میشه که تو همین فیلم ماجرای نیروز که شما گفتید بر اساس خاطرات او به اصطلاح نوشته شده و اون مسعود نرمخو، اون بازجویی که به اصطلاح جامعه شناس هم هست، روانشناس هم هست، خیلی هم آدم خوبی و نرمخوه، اونها او همین مسعود صدرالاسلام که در تروریسم خارج از کشور در تروریسم دست داشته، از بنیانگذاران حزب الله بخش مالیش هست، در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشته، در شکنجه شهرداران در دوران خاتمی دست داشته و در دستگیری یا در ربودن آقای رابرت لوینسون.
دست داشته. خب همین یه شخصیت همچین محترم متشخص خیلی مخالف تندروی مثلا دیگر اعضای گروه، همین فردی است که این کانامی سیاهو داره که شما اشاره میکنید. بسیار عالی. خب آقای مصداقی، همینجا ما شخصیت علی فلاحیان رو هم داریم. به هر حال او برای دوره طولانی وزیر اطلاعات کشور هست، درگیر همین قضایه است. اخیرا هم در گفتگوی تلویزیونی درست در زمان قتل های سال 67 و ماجرای کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی میگه من اصلا در چهارزبر هستم، جایی که به هر حال اون عملیات فروغ جاویدان یا مرساد رخ داده و نقطه شکست گروه های مهاجم به ایران هست از طرف نیروهای مجاهدین. اتفاقی که میفته اینه که ایشون هم میکوشه خودش رو از زیر بار این مسئولیت خارج کنه و بگه اصلا به من ارتباطی نداره. علی فلاحیان کجای این نقشه کثیف و شوم تاریخ معاصر میسته؟ اولا علی فلاحیان اون موقع قائم مقام وزارت اطلاعات و برنامه ریز این کشتار وزارت اطلاعات. او یه نقشه دوگانه‌ای داره، یکی در برنامه ریزی کشتار سال 67 که قطعا او در جریانش بوده به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات و مسئولیت داره به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات برنامه ریز این کشتار، سازماندهی این کشتار. و از طرف دیگه او در زمان یاد شده بله در غرب کشور بوده و به خاطر اینکه مسئولیت بازرسی فرماندهی کل قوا رو داشته، روابط بسیار نزدیکی با رفسنجانی داشته و به همین دلیل هم وزیر اطلاعات آقای رفسنجانی میشه. ببینید اون دوره چه اتفاقی افتاده در غرب کشور. اتفاقا خمینی در دوم مرداد ماه سال 67 یک حکم شداد و غلاظی میده برای کشتار نظامیان و سپاهیان، ارتشی ها و سپاهی هایی که باعث شکست رژیم در جنگ شدن. حتی قرار بوده سه تا از فرماندهان جنگ دستگیر و اعدام بشن، یکیش همین آقای احمد وحیدی بوده و میدونید که رژیم اون موقع در تک و تاب بود. رفسنجانی مسئولیت فرماندهی کل قوا رو داشت، خودش راضی به این کشتن اینها نبود. البته خامنه ای خواهان کشتارشون بود. منتها آقای مستاقی معذرت میخوام برای اینکه مشخص باشه، اونجایی که شما میفرمایید قطعا به عنوان یک شاهد عینی این رویدادها حائز اهمیت هست، اما اینکه میگویید خامنه ای مشتاق به این کشتار بود، رفسنجانی مشتاق نبود، آیا مبنی بر سند این حرف رو میفرمایید؟ بله، در خاطرات رفسنجانی به صراحت به صراحت روی مسئله تاکید کرده. درست. و بعد این رو خدمتتون عرض کنم، حتی روی سه نفر نوارش هست، صداش هست، تصویر رفسنجانی هست که میگه و حتی میگه مسئولین ارشد کشور دنبال این بودن و حتی میگه خلخالی اومده بود اونجا می‌خواست ستاره کوپی بگم که شما که فعلا مسئولیتی ندارید، حالا بهت گزارش بدید. ولی رفسنجانی اونجا وقتی با عملیات فروغ جاویدان مجاهدین که نیروهای رژیم ازش به عنوان مرساد نام میبرن روبرو میشه، از فرصت استفاده میکنه برای اینکه نوک تیز این فرمان خمینی رو هم متوجه اسرای دستگیر شده مجاهدین بکنه از یک طرف، و در ثانی مردمی که در اون روزها در نقاط مرزی به حمایت از اونها برخواسته بودن یا به اونها پیوسته بودن و حالا دستگیر شده. در اونجا دادگاه های صحرایی برگزار کردن زیر نظر فلاحیان و اینها ضمن اینکه کشتار در غرب کشور رو سازماندهی کردند به این موضوع هم رسیدن. ریاست اون دادگاه ها رو محمد سلیمی داشت که بعدها ارتقا پیدا کرد و به در واقع ریاست دادگاه ویژه روحانیت رسید. حتی پیشنهاد داده بود که حکم اعدام آیت الله منتظری رو شخصا صادر کنه. میخوام بگم که فلاحیان در اونجا نقش داشت. و بعد باز این رو هم تاکید بکنم، بعد از همون عملیات فروغ جاویدان درست تو شهریور ماه مجاهدین بیش از 1000 نفر از اسرایی رو که در اختیار داشتن، 1100 خورده ای فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی مشخصا بیش از 1000 تا 1100 خورده، 1200 تا فکر میکنم، حالا شاید هم بیشتر هم باشه، البته اونها رو آزاد میکنن زیر نظر سلیم سرخ جهانی. اونها وقتی که به ایران رسیدن به فرمان فلاحیان اونها همگی دستگیر شدن. در خاطرات رفسنجانی اومده یه موردش که 400 خورده ای رو به اطلاع رفسنجانی رسیده که بعد از ورود به کشور در نقطه مرزی دستگیر شدن.
البته من اونها رو در زندان اوین دیدم در بهمن ماه سال 67، وقتی از گوهردشت ما 29 بهمن ماه به اوین منتقل شدیم، در بندی ما بودیم که اونا طبقه بالای ما بودن. خانواده هاشون هنوز خبر نداشتن، اونا لباس نداشتن، غذا لباس نداشتن، سیگار نمیتونستن بگیرن، پول نداشتن، خانواده چه اطلاعی نداشت. در سرمای اوین در شرایط بسیار بسیار رقتباری بودن و اطلاعی از تعداد زیادی از کسانی که با خودشون بودن و دستگیر شده بودن نداشتن. تعدادشون به حبس های طویل مدت محکوم شدن، قطعا تعدادی از اونها رو اعدام کردن. خب این شرایط دستگیرم میکنه که یک تیم بسیار بزرگی درگیر این اتفاقات بودند، از غرب کشور تا شرق کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، از فرماندهان یا مقامات مسئول تا کارمندهای جز. آیا تخمینی هست از تعداد افرادی که مستقیما درگیر قتل عام 67 بودند؟ آیا کسانی که در جز مسببین از آمران تا عاملان، هیچ وقت تخمینی زده شده چه تعداد فرد در این زمینه دخیل بودند؟ نه، قطعا اعضای شورای عالی قضایی دخیل هستند. البته این رو خدمتتون بگم، شورای عالی قضایی به خاطر اینکه پای خودشون رو کنار بکشن در طول کشتار سال 67 هیچ جلسه تشکیل ندادن. بعد از پایان کشتار بود که تشکیل جلسه دادن و البته تایید کردن این کشتار و خواهان تشدید مجازات شدن. خود رئیس شورای عالی قضایی هم که آقای موسوی اردبیلی بودن در طول این کشتار ارتباط داشتن با بیت خمینی و در اونجا راجع به این موضوع که چه کسانی مشمول حکم میشن به رایزنی میبرند. در نماز جمعه هم که ایشون شرکت داشتن و به صراحت گفتن که دیگه بگیر و ببر و بیار و پرونده بیار و پرونده ببر و دادگاه تشکیل بده نداریم و همه رو میکشیم. و بعد از کشتار هم در آذر ماه ایشون ضمن دروغ‌های وقیحانه ای که بر زبان راندن و تاکید کردن، یه دست کسانی که قبلا حکم داشتن حکم اعدام داشتن و عفو حالا نپذیرفته بودن و شیطنت کردن، اونا رو دوباره مثلا به حکمشون به پرونده‌شون رسیدگی کردن و حکم اعدام راجبشون صادر کردن که دروغ محض بود. در صورت جدا از ایشون باید بدونیم که در تمام استان‌هایی که یا شهرهایی که این هیئت دادگاه تشکیل شد، عملا در تمام اون روزها در تمام اون شهرستان ها حداقل حاکم شهر به اضافه دادستان و مسئول اطلاعات مشارکت داشت. حالا میتونن کسان دیگه ای هم در اونجا دخیل باشن، ولی در تمام شهرها طبق فرمان خمینی این عده مشارکت داشت. درست. آقای مستقی ببخشید، خواهش میکنم بفهمید صحبتتون رو کامل بفهمید. جدای از اون این رو بگم خدمتتون، هیئت دولت مسئوله، آقای میرحسین موسوی مسئولن و رئیس جمهور و رئیس مجلس، یعنی مقامات عالیه دولتی و حکومتی مشخصا نقش دارن در این امر، مشخصا نقش دارن و تایید کردن کشتار رو. درست. ببینید هم رفسنجانی هم خامنه ای بعد از کشتار موضع‌گیری کردن و تایید کردن این کشتار رو. میرحسین چطور؟ میرحسین موسوی در مصاحبه که با تلویزیون اتریش داشتن، ایشون هم تلویحا کشتار رو تایید کردن. ولی باید این رو توجه داشته باشیم، گفتم ما تعارف نداریم که با اینا، و این رو باید توجه داشته باشیم که وزارت اطلاعات زیر نظر آقای میرحسین موسوی بوده و ایشون مسئولیت اعمال وزارت اطلاعات رو به عهده دارن. جدای از این مسئله بسیاری از ائمه جمهور و جماعات هم دخیل هستند. حتی آقای قاضی جفری رابرتسون، قاضی مستقل سازمان ملل متحد و رئیس دادگاه جنایت علیه بشریت در سیرلئون، ایشون در نظریه حقوقی که دادن، در گزارشی که یا تحقیقی که راجع به همین کشتار 67 داشتن و منم افتخار همکاری با ایشون داشتم، اونجا تاکید کردن که آقای محمد جعفر محلاتی سفیر رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک، ایشون و کسانی که همراه ایشون بودن
در این جنایت دست دارند خب و به خاطر اینکه تلاش میکردن برای لاپوشونی لاپوشانی این قضیه. حالا آقای مصداقی اتفاقا انگوش رو نکته بسیار مهمی گذاشتید، چون بحث کشید خارج از کشور. میدونیم یه بخشی از اینکه این بحث باز شده در این سالها به دلیل فعالیت هایی است که در خارج از کشور انجام شده، از جمله دادگاه ارزشمند، مجمع دادگاه های ارزشمند حقیقت یابی ایران تریبونال که البته رسمیت نداشتند ولی در ثبت این حوادث در قالب یک روند دادرسی حتی نمایشی، حتی فقط برای ثبت در تاریخ بسیار ارزشمند بوده. نکته اینجاست از کسانی که در این زمینه دست داشتن آیا در خارج از کشور کسی هست؟ مثلا ما از قطعه‌های زنجیره‌ای که صحبت می‌کنیم میگیم حسین موسویان سفیر وقت جمهوری اسلامی الان پناهنده سیاسی یا هر چیزی است در ایالات متحده آمریکا، یا در مورد آقای گنجی که اتفاقا در زمینه همین قطعه‌ها چه بسیار داستان سرایی‌ها هم که نکردن و ایشون رو منتسب می‌کنیم به آقای جلایی پور و ماجرای کشتار روستای قارنا و اینجور اتفاقات، آیا از مسببین عاملان قتل‌های 67 در خارج از ایران و در صفوف منتقدان امروزی رژیم اسلامی کسانی هستند که بخواید معرفی کنین؟ نه فکر نمی‌کنم هیچ یک از اونها امروز در خارج از کشور باشن یا به اینجا اومده باشن یا در واقع مستقیما در این جنایات دست داشته باشن یا حتی تا اونجایی که من میدونم یا حتی غیر مستقیم در این جنایات دست داشته باشن. نه من تا حالا نشدیدم هیچ کدومشون اومده باشن خارج از کشور یا در اینجا زندگی میکنن. البته حتما تردداتی دارن، حتما که به خارج از کشور میان و میرن، کما اینکه حتی در کمیسیون حقوق بشر هم تونستن بیان شرکت کنن، بنابراین حضور پیدا کردن در خارج از کشور، ولی اینکه در خارج از کشور زندگی کنن نخیر. یا لااقل من اطلاعی از این مثلا. درسته. آقای مصداقی تا به امروز حکومت اسلامی اساساً این کشتارها رو یا نفی کرده یا پذیرش مسئولیت اونها سر باز زده یا با دروغ از تعداد و اعداد و ارقام همیشه کاسته و یک چیزهای گوناگون یا ارقام غلطی رو حتی قلوف به بسیار یا قلوف به اندک منتشر کرده. حالا در این شرایط که خود مقامات رسمی حکومت وقوع کشتارها رو تایید و به اون افتخار میکنند، میشه بر علیه مقامات حکومت که به این صراحت مسئله رو مطرح و تایید میکنند در دادگاه های بین المللی اقامه دعوا کرد؟ خیر، مشکل این هست که در واقع مشکلات حقوقی داره. ببینید دادگاه جنایت علیه بشریت اون مکانیزم خودش رو داره، به جنایاتی رسیدگی میکنن که قبل از سال یا بعد از سال 2001 اتفاق افتاده باشه و بعد از اینکه اساسنامه روم تصویب شد. این یه مشکل حقوقی هستش این وسط. و بعد البته شورای امنیت میتونه هر موقع که اراده کرد زیر اصل هفتم منشور ملل متحد دادگاه جنایت علیه بشریت تشکیل بده برای رسیدگی به جنایات صورت گرفته که صلح و امنیت جهانی رو به خطر انداخته باشه، که البته این موضوع مشمول اون نمیشه. اصولا دادگاه های جنایت علیه بشریت در دوران گذار همیشه تشکیل میشن، حالا چه در چه جنبه ملی داشته باشن چه بین المللی، چه ترکیبی از ملی و بین المللی داشته باشن. این مشکلات حقوقی، مشکلات دست و پاگیری است که وجود داره و عملا مانع میشه از رسیدگی حقوقی به این مسئله. به همین دلیل بود که همون چند سال پیش هم که ما شروع کردیم برای تحقیق در این مسئله به این نتیجه رسیدیم و ایران تریبونال به همین دلیل تشکیل شد که در واقع یک دادگاه مردمی تشکیل بشه و حقوقداران و قضات بین المللی بیان و به این امر رسیدگی بکنن. البته میتونه پایه‌ای باشه بعدها برای تشکیل دادگاه های ملی و بین المللی، ولی در هر صورت به لحاظ حقوقی امکان این مسئله نیست. ولی خب همونجور که گفتید متاسفانه بسیار مسئولین رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکنن که موضوع رو منحرف کنن و حتی توجیه بکنن. میدونید بخشای رژیم، همه بخشاش تاکید میکنن. شما ملاحظه بکنید از آقای میرحسین موسوی که در مقام نخست وزیر بودن اون موقع، مواردی داله برای مسئله که میخوام خدمتتون عرض کنم اومده، تا آقای کروبی، اینا همشون تاکید دارن که نمیدونم یا جناح خامنه‌ای و حتی جناح اصلاح طلب، همه و همه تاکید میکنن که گویا در اون دوران بعد از حمله نیروهای مجاهدین، همون
به اصطلاح مرسادی که اینها میگن یا فروغ جاویدان در زندان ها شورشی شده و قرار بوده که وقتی که اونا آمدن در زندان رو باز کردن اینا به اونا بپیوندن. برنامه هایی در سراسر کشور بوده، مسئولین نظام از این مسئله آگاه شدن و به همین خاطر امام اومدن فرمانی رو صادر کردن. ببینید، مبنی بر اینکه رسیدگی بشه به جرم این عده، اینا تماما دروغه، اینا تماما دغله، اینا تماما تحریف تاریخ. ببینید هیچ اتفاقی، این خدمتتون عرض میکنم، هیچ اتفاقی در زندان های تهران، حالا شهرستان های دور رو نمیدونم بعشد چیکار داره به اونجا و نمیدونم یا کرمان و نمیدونم جنوب ایران، ولی این رو توجه داشته باشید به منطقه کرمانشاه مثلا، این رو توجه داشته باشید. ببینید در هیچ یک از زندان های تهران، نه اوین نه گوهردشت، من با تمام بچه هایی که زنده موندن هم بند بودم، حداقل 3 سال بعد از کشتن سرشستم، نه چه اوین چه گوهردشت، با اطمینان میگم که زندان های دوتا زندان تهران بودن که اتفاقا اکثریت بالای اعدام شده ها در کشور هم مربوط به این دو زندانه. ببینید در هیچ یک از بنده ها هیچ اتفاقی نیفتاده، بند زندگی عادی خودش داشت مثل همیشه. آقای مستقیم معذرت میخوام چون خیلی وقت کوتاهی داریم، قطعا میدونم که مهمان دیگر برنامه های ما هم هستید، میشه به تفصیل در مورد این مسئله صحبت که امیدوارم بعد از این هم من خدمت شما باشم، میزبان شما باشم، بپردازم، ولی چون فقط 3 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، شما تنها بازمانده این زندان ها نیستید، طبیعتا کسان دیگری هم مثل شما هستن که از این کشتارها خوشبختانه سر سلامت به در بردن و تعدادشون هم کم هم نیست، همونقدر که تعداد کشته شدگان کم نیست. اگر یه آمار تخمینی از تعداد قربانیان بخواید به ما بدین، یک عدد، چه عددی رو شما نزدیک به واقعیت میدونید؟ من فکر میکنم اون چیزی که آیت الله منتظری میگن، یعنی 3800 نفر مقرون به صحت، و من فکر میکنم این نسبت به بقیه آمارها به واقعیت نزدیک داره. در همه 3800 قربانی اصلا باور نکردنیست. و یک نکته، قریب به 3 دهه از اون دوران گذشته، بخش عمده ای از جمعیت امروز ایران کسانی هستن که بعد از کشتار 67 به دنیا آمدن در سالهای دهه 70-80. اگر بخواید به یک بازمانده یک نسل کشی، به عنوان یک بازمانده یک نسل کشی، بخواید به این بچه هایی که بعد از اون دوران، بعد از اون کشتار به دنیا آمدن، یک چیز بگید، اون جمله چه خواهد بود به عنوان حسن ختام برنامه امشبمون؟ جنایات دهه 60 منحصر به کشتار سال 67 نیست. کشتار سال 67 در واقع یک نمونه از کشتار یک دهه است و دهه‌ای که سعی می‌کنن اونو دوران طلایی امام جلوه بدن. خیر، کشتار 67 فقط و فقط یک نمونه از کشتارهای دهه 60 و البته شنیدنی. بی نهایت ممنونم جناب آقای ایرج مستاقی، کنشگر سیاسی سرشناس ایرانی که از استکهلم در سوئد همراه ما بودین، از شما و از وقتی که در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما، همچنین از بینندگان عزیز که با ما همراه بودن.